با اوجگیری موارد ابتلا به کرونا در ایران، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد کشور وارد پیک هفتم کرونا شده. همزمان با توصیه مسئولین به واکسیناسیون در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌هایی از تزریق واکسن‌های تاریخ گذشته منتشر شده. کوروش آلادین در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت کرونا در ایران. مسئولان مراکز درمانی و متخصصان عفونی بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها از افزایش میزان مراجعه بیماران با نشانه‌های کرونا که اغلب به شکل سرماخوردگی است خبر می‌دهند. این افزایش مراجعه در آمارهای روزانه وزارت بهداشت از شیوع کرونا در کشور هم مشخص است. شمار بیماران در دو هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که تعداد مبتلایان روزانه که اوایل تیر ماه 265 نفر بود، روز 22 تیر ماه به 5000 نفر رسید. دکتر علی محسنی، میکروبیولوژیست در فیلادلفیا، در مورد شروع موج جدید بیماری کرونا در ایران معتقد است در ایران هیچگاه پروتکل‌های لازم در مورد کرونا به درستی انجام نشده است. مدیریت یک بحران پندمیک به شکلی که تمام کشورهای دیگر جهان با توجه به پیشنهادات و ادوایس و نصایح و دستور کارهایی که از سازمان بهداشت جهانی بر تمام کشورهای جهان فرستاده شده بود، شرایط و مدیریت در ایران تفاوت‌های بسیار بسیار فاحشی داره. همزمان طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 24 تیر ماه و بر پایه جدیدترین نتایج آزمایش‌های کرونا در ایران 4772 نفر مبتلای جدید شناسایی شده است و در 24 ساعت گذشته 13 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان بر اثر بیماری کرونا در ایران همواره مورد تردید بوده است. با توجه به افزایش مبتلایان به کرونا در ایران، دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، برای مقابله با گونه BA.5 کووید و این موج جدید کرونا تزریق دوز یادآوری را توصیه کرد. ما برای سال 1401 حتما باید یک واکسن یادآور بزنیم. ما به کادر بهداشت درمان این رو ابلاغ کردیم و ازشون خواهش کردیم که حتما این کار انجام بدن و مردم عزیزمون هم، افراد بالای 12 سال، حتما یک دوز واکسن یادآور بزنن که ما بتونیم در مقابل این تغییراتی که اخیراً ویروس انجام داده بتونیم مقابله کنیم. همزمان با این توصیه‌ها و ابراز نگرانی‌ها، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از تزریق واکسن‌های تاریخ گذشته خبر به میان آمده و وبسایت بهار نیز با انتشار تصویر نامه‌ای که در آن خواسته شده تا تاریخ انقضای واکسن پاستوکوک را یک سال دیگر تمدید کنند، نوشته وزارت بهداشت و درمان در اقدامی بسیار خطرناک تگ بخشنامه‌ای تاریخ انقضای واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته تولید داخلی پاستوکوواک را یک سال افزایش داد. ظاهراً دلیل این اقدام خطرناک این است که میلیون‌ها واکسن کووید تولید داخل روی دست وزارت بهداشت مانده است. دیروز هم روزنامه‌ها گزارش داده بودند که طی 3 روز گذشته برخی شهروندان در شهرهای مختلف از تزریق واکسن‌های آسترازنکا تاریخ مصرف گذشته در برخی پایگاه‌های واکسیناسیون کرونا خبر دادند. کوروش آلادین، صدای آمریکا.